سلام تماشابینان عزیز، خلاصه خبرهای مهم سه‌شنبه 27 ایول تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبری مهم روز. در این برنامه نشر مقاله رستم امام‌علی در مجله فدراسیون جهانی شهرهای سیاحی، وزارت وزیر در مسکو است، رادیایی که با آتش گمانها رفغنی بیشتر ریخت، مرحبا همگی 42 سال داشت مرگ حجتگزار دانشگاه خوجند، از اول ماه ایول در تاجیکستان علکی 28 نفر قربانی کرونا ویروس شدند. دو زاده تاجیکستان با دزدی 6 ماشین در شهر و ولایت مسکو عیبدار می شوند. بازداشت یک جوان تاجیک با 398 سیم کارت بلاین در فرودگاه قزان. اکمل مرادوف نیز المپیاده توکیو را به مدال جنباز کرد. هلاکت راننده تاجیک در صدمه در تیومین روسیه. یک جوان زن در دوشنبه از خواهر خودش به مینیسا شکایت کرده است. و اکنون تفصیلات خبرها. مجله فدراسیون جهانی شهرهای سیاحی قسمت اساسی شماره نوبتی خود را به جمهوری تاجیکستان و پایتخت شهر دوشنبه بخشیده است. این کار با ابتکار سفارت تاجیکستان در خطای صورت گرفته. در شماره ویژه مجله چند مقاله با زبانهای خطایی و انگلیسی درباره تاجیکستان و امکانات سیاحی این کشور به نشر رسیده است. این شماره مجله با مقاله رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهرداری دوشنبه رستم امام‌علی آغاز می‌یابد. گفته می‌شود رستم امام‌علی در مقاله‌اش درباره دستاوردهای پایتخت تاجیکستان در سال‌های اخیر در جاده آبادانی، رشد همکاری‌های سودمند و برادرشهری دوشنبه با شهرهای دیگر جهان و هم درباره اهمیت عضویت شهر دوشنبه در فدراسیون جهانی شهرهای سیاحی صحبت کرده است. رستم امام‌علی پسر کلونی پرزیدنت تاجیکستان امام‌علی رحمون 33 سال داشته، از ماه ینوار سال 2017 اینک 4.5 سال باز رهبری پایتخت تاجیکستان را بر عهده داشته. ماه اپریل سال 2020 با انتخابش به مقام رئیس مجلس ملی رسما رهبر دوم تاجیکستان شد. رستم امام‌علی را یک وارث احتمالی کرسی پرزیدنتی پدرش می شمارند. سال 2016 در تاجیکستان سن حد اقل نامزدی به پرزیدنت را از 35 به 30 پایان آوردند. طبق پیشگویی ها امکان دارد که علکی در تیرماه سال جاری بعد گذرانیدن جشن 30 سالگی استقلالیت تاجیکستان امام‌علی رحمون به سن 69 میرسد و اینک 29 سال باز رهبری تاجیکستان را در دست دارد. کرسی پرزیدنت را به پسرش رستم امام‌علی واگذار کرده، خودش مثل نورسلطان نظربایف در قزاقستان همچون پیشوای ملت کشور را روبری خواهد کرد. وزارت تندرستی تاجیکستان سر و صداهای برخواسته درباره لتکوب وزیر تندرستی جمال الدین عبدالله‌زاده را رد کرده است. امام‌علی میرزا سخنگوی وزارت تندرستی به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان گفت عبدالله‌زاده با یک سفر کاری در مسکو قرار دارد و تا آخر هفته برمیگردد. هدف سفر وزیر به مسکو نهایی کردن مذاکرات با مقامات روسیه سری به دست آوردن واکسین سپوتنیک وی برای تاجیکستان است. همچنین وزیر تندرستی یکی از اولین‌ها شده واکسین گرفته بودند و گرفتاری آن کس به ویروس کرونا نیز حقیقت ندارد، گفت امام‌علی میرزا. سپوتنیک در انجام سخنان سخنگوی وزارت تندرستی اضافه کرده است که تصدیق این اطلاع فعلا از منابع دیگر مستقل دست نداده است، ولی این ردیه به آتش حدس و گمان‌ها درباره وزیر تندرستی تاجیکستان برعکس رفغنی بیشتر ریخت. بسیاری ها خبری به مسکو رفتن جمال الدین عبدالله‌زاده را به چالش کشیدن نوشتند. در روزی که امریکا به تاجیکستان 1.5 میلیون وایه واکسین مدرنا توفه کرد و وزارت نشست خبری جنبستی هم داشت برای مذاکرات 100 هزار واکسین سپوتنیک، شخصا به مسکو پریده رفتن وزیر را باورنا کردنی نامیدند. ژورنالیست رجب میرزا نوشته است عصر 21 است و عبدالله‌زاده میتوانست با نشر یک ویدیو خود با این همه آوازه ها در اطراف او برخواسته نقطه گذارد. این هم لازم به گفتن است که در سامانه های رسمی وزارت تندرستی روسیه، مرکز گملیه و دیگر مقامات مربوطه روسیه نیز تا کنون یگان خبر رسمی درباره سفر وزیر تندرستی تاجیکستان به مسکو و دیدار و ملاقاتش با مقامات روسیه و مذاکراتش پیرامون واکسین سپوتنیک نشر نشده است. یادآور می شویم روز 26 ایول رادیوی آزادی خبر داد که سه خواهرزاده امام‌علی رحمون پرزیدنت تاجیکستان شام 20 ایول پس از شنیدن خبر مرگ مادرشان قربانبی رحمونوه، پزشکان بلندپایه از جمله وزیر تندرستی کشور جمال الدین عبدالله‌زاده
و روبر بیمارستان حکومتی خال محمد رحیم زاده را لتکوب کردند. قربانبی رمان و خواری خوردی پرزیدنت تاجیکستان شام 20 ایول در بیمارخانه حکومتی در میدگرادوک فوتید. طبق اطلاع دریافتی برای تبابت او از آلمان، روسیه و ازبکستان پزشکان جلب شده بودند. پس از اعلان مرگ مادر، فخردین فاروق و زیادعلی سفروف با پزشکان حمله کردند. همه دکتران را زدند. تنها با دخالت رستم امام‌علی آنها را آرام کردند. گفت یکی از همصحبتان رادیوی آزادی به قول منابع در این مناقشه جاغ جمال‌الدین عبدالله‌زاده آسیب دیده، خال محمد رحیم‌زاده از سرش ضربه خورده است. آسیب پزشکان دیگر سبک ارزیابی میکنند. پهلوان تاجیک اکمل مرادوف روز 27 ایول در مسابقه گوشتین دزودو در وزن تا 81 کیلوگرم در بازی‌های المپیک توکیو 2020 در دوره اول چوشتر اندرف از گوام را شکست داده، ولی در دوره دوم از ورزشگر معروف گرجستان تاتو تریگالاشویلی مغلوب شد. تریگالاشویلی که همگی 21 سال دارد، امسال در چمپیونات جهانی در مجارستان سزاوار مدال نقره شده بود و یکی از رقیبان از همه بقوت در این وزن حساب می شد. همین طریق در پی شکست از رقیب گرجیش بازی های المپیک توکیو برای اکمل مرادوف نیز انجام یافت. تیمور رحیموف در مراسم افتتاح المپیاد توکیو پرچم بردار تیم المپیک تاجیکستان بود. از 10 عضو تیم المپیک تاجیکستان، اکمل مرادوف اینک سیومین نفر است که المپیاد توکیو را پیش از مولد و متاسفانه به مدال جنباز کردند. وزارت تندرستی تاجیکستان شام 26 ایول خبر داد که در یک شبانه روز آخر در کشور 81 حالت نوی گرفتاری شهروندان به بیماری کرونا ویروس نوع کووید 19 ثبت شده است. این 6 حالت کمتر از 87 حالت رکوردی امساله است که یک روز قبل 25 ایول در تاجیکستان ثبت شده بود. وزارت همچنین خبر داد که در یک شبانه روز آخر 71 نفر از کرونا ویروس شفا یافته، یک نفر متاسفانه فوتیده است. از اول ماه ایول وزارت تندرستی علاقه از کرونا ویروس جان باختن 27 نفر را تصدیق کرده است و ماه ایول به این ترتیب به یکی از پرقربانی ترین ماه ها از زمان شروع پاندمی در تاجیکستان تبدیل می یابد. بنا به آمار رسمی وزارت تندرستی، از زمان شروع پاندمی در تاجیکستان 14673 نفر گرفتار کرونا ویروس شده. از این شماره 14167 نفر یا 96.5% از شماره عمومی گرفتار شدگان شفا یافتند، ولی 118 نفر متاسفانه جان باختند. طبق آمار، حالا در تاجیکستان 388 بیمار کرونا ویروس در خانه و مؤسسه های تندرستی تحت تبابت باقی میمونند. آوازخوان تاجیک سروناز یوسفی روز 25 ایول در صحیفه‌اش در اینستاگرام خبر داد که دادرش سعید جعفر در سن همگی 39 جوانمرگ شده است. این دومین ماتم در خانواده این هنرمند در سال جاری است. ماه فوریه سروناز یوسفی مادرش را که از بیماری سرطان اذیت میکشید از دست داده بود. سروناز یوسفی درباره علت مرگ سعید جعفر چیزی نگفته است، ولی در اینستاگرام مرثیه پرگداز در مرگ برادرش نوشته است: مرگ تو ای دادر غرور مرگم، جسم و جانم را سوخت. سعید جعفر 38 ساله ام، 38مین شیرینی عمر تو بود عزیز دل اپا. حال و سوزش مادر از دلم نرفته بود. تو باشی برفتنت در زخمهای تازه‌ام نمک پوشیدی. شیرین سخنی اپا: شنیدم که مرگ پدر و مادر میروس است، اما مرگ فرزند پدر تیر الماس بوده است. امروز تو برای همیشگی این دنیا را پدرود گفتی و اپا جانگوی های پیش از مرگت در گوشهایم صدا داده استوده است. دیدار در قیامت دادر شیرین، دادر قد بلند، دادر قوشسیای اپا. سروناز یوسفی 25 اکتبر سال 1982 در شهر وحدت به دنیا آمده. بعد ختم مکتب میانه رقم 3 در زادگاهش، دانشگاه دولتی تجارتی تاجیکستان را ختم کرده است. او یک دختر دارد که خرمو نام گذاشته است. سروناز یوسفی ماه مارس سال جاری در برنامه ناگفته‌های ارزو ایسو عشق در چشم قصه کرده بود که مادرش چقدر از بیماری سرطان اذیت کشید و از دست او کار نمی اومد که برای مادر بکند. سخت است وقتی شب دراز نوله میکنند و از دست ما چیزی نمی آید، قصه کرده بود آوازخوان که راوی برنامه را هم به گریه آورد.
مرحبا یوسف و کاتب حجت نگار شورای علمان دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف در سن 42 از کرونا ویروس جان باخت است. جنازه او را روز 26 ایول ساعت 11 در آرامگاه گنبد قاشق به خاک سپاریدند. فریدون هادیبایف یکی از همکاران مرحوم در تایید این خبر به خبرگزاری روسی سپوتنیک تاجیکستان گفته است مرحبا یوسف و چند روز آخر در بیمارستان کسلی های سرایتی شهر خوجند با ویروس کرونا دست به گریبان بود ولی صبح 26 ایول جان داد است. چند ساعت پیش به ما خبر دادند که مرحبا خان یوسف و بندگی کردند. از شنیدن این خبر حیرت زده شدیم. روانشون شاد بود. بهترین همکار ما بودند. در جاده حجت نگاری بی نظیر بودند. گفته است فریدون هادیبایف. یوسف و مرحبا یونسوف سال 1979 در شهر خوجند تولد شده بعد از ختم شعبه روزنامه‌نگاری دانشگاه دولتی خوجند به نام اکادمیک بابا جان غفوروف فعالیت مهنتیش را در شعبه اسپیرانتور امین دانشگاه آغاز نموده است. بعدن کاتب شورای علمان دانشگاه شده و چند سال در همین یک وظیفه کار کرده است. او در زمان 5 رکتور کاتب حجت گذار بود. خدمات مطبوعات گمرک جمهوری تاتارستان روسیه خبر داد که کارمندان گمرک هنگام تفتیش مسافران پرواز دوشنبه قزان در فرودگاه قزان از بغاج یک شهروند 23 ساله تاجیکستان که توسط راهرو سبز بدون اعلامیه گمرکی گذشتن میخواست دو قوطی با 398 سیمکارت شرکت بلاین یافتند. این جوان به کارمندان گمرک فرودگاه قزان گفته است که این 398 سیمکارت را یک شناسش داده خواهش کرده است که با یک شناس او در مسکو برساند. ولی گمرک تاتارستان میگوید چون این مقدار بزرگ سیم کارت ها برای خط مال هایی که برای استعمال شخصی باشند نمی دارند و شهروند تاجیکستان باید در اعلامیه گمرکی نشان می داد که با خود چون این مال دارد. نسبت به جوان تاجیک بر اساس قسم اول ماده 16 کودکس حقوق ویران کنی معموری روسیه با اتهام اعلامیه نکردن مال هنگام گذشتن از گمرک پرونده ماموری ترتیب داده تمام 396 سیمکارت از او یافته شده را مصادره کردند. دو شهروند تاجیکستان سالهای تولدشان 1978 و 1980 در ولایت مسکو با گمان دست داشتن در دزدی دست کم 6 ماشین دستگیر شدند. فدرال اگنست و نوسته با تکیه به منبعش در مقامات حفظ حقوق خبر داد که اعضای این گروه ماشین دزدان را روز 23 ایول با دلیل شایعی بازداشت کردند. ساعت 7 صبح 23 ایول یک زن 49 ساله ساکن حوزه شهر دژرزینسک ولایت مسکو به پلیس خبر داد که ماشین او را که ساخت کره بود از کوچه لسنای از نزد خونه‌اش دزدیدند. طوری بعداً معلوم شد که پلیس ماشین دزدان را کیهو زیر نظارت گرفته منتظر بود است که آنها را با دلیل شایعی وقت دزدیشان به دست بیفتاند. منبع فدرال اگنست و نوسته گفت برای بازداشت جنایتکاران افسران سرایاست کافتوکوف جنایتی وزارت کارای داخلی روسیه و کارمندان فوری پلیس ولایت مسکو جلب شده بودند. زن جبری دیده که در پژوهشگاه یوری تاجری به نام سکلیفاسوفسک کار میکرد نمیدانست که پلیس از پس ماشین دزدان تعقیبات پنهانی گذاشته بودند تا آنها را به دلیل شایعی دستگیر کنند. کارمندان پلیس مطمئن بودند که این نفران در جنایت‌های دیگر نیز دست دارند. برابری به ماشین دزدیده در کوچه لسنای نشستن و برابر آمدن ماشین دزدان کارمندان پلیس آنها را منع و دستگیر کردند. منبع فدرال اگنست و نوسته میگوید در جریان بازجویی معلوم شده است که آنها در دست کم 6 چنین جنایت ماشین دزدی در شهر و ولایت مسکو دست دارند. حالا به ضد هر دو زاده تاجیکستان بر اساس ماده 158 کودکس جنایتی روسیه با اتهام دزدی پرونده گشوده آنها را به حبس پیشکی گرفتند. با این دو نفر در صورت در دادگاه اثبات شدن گناهشان تا 10 سال زندان تهدید میکند. روز 27 ایول بر اثر یک صدمه مدعش در تیومین روسیه یک نفر بنا به معلومات پیشکی شهروند تاجیکستان به هلاکت رسیده دو نفر دیگر جراحت برداشته است. خدمات مطبوعات گبدده ولایت تیومین خبر داد که در نزدیکی فرودگاه روشتینا در روی ایرکوتسک ماشین سبکرف دیون نیکسیا با یک ماشین بورکش تمغه من کلوله میکشند برخورد است. بنا به معلومات پیشکی دیو به سمت مقابل رو بر اومد است. راننده ماشین بورکش به خاطر پیشگیری از برخورد ماشینش رو کنار رو گرفته است ولی نتوانسته است که از برخورد
پیشگیری کند. به گفته راننده من، ماشین دیو قبل از برخورد کجامکج می رفت و از احتمال دور نیست که راننده اش را خواب برده باشد. بنا به اطلاع گبدده، بر اثر صدمه راننده 42 ساله دیو که بنا به معلومات پیشکی زاده تاجیکستان می باشد، در جای حادثه به هلاکت رسیده. یک مسافر 45 ساله او را با جراحات های وزنین به بیمارستان بردند. راننده ماشین بورکش نیز جراحات برداشته است. تفتیش حادثه ادامه دارد. کارمندان گمرک دو فرودگاه استراخان و ولگاگراد در دو ماه اخیر از مسافرانی که از تاجیکستان میآیند بیش از 117 کیلو نوز پیدا و مصادره کردند. در این باره روز 26 ایول گمرک استراخان خبر داد. سردار نقطه گمرک فرودگاه ولگاگراد دمیتری کلیتسوف گفت مهمانان از تاجیکستان در بغاج خود از 1 تا 4 کیلو نوز میآورند. آنها میگویند برای استعمال خودشان میآورند، چون که میدانند که فروش نوز در روسیه ممنوع می باشد. سردار نقطه گمرک فرودگاه استراخان می گوید مهمانان روسیه می توانند با خود نوز بیارند، ولی فقط برای استعمال شخصی و نه زیادتر از 250 گرم. محصولات تماکو به اندازه بیش از 250 گرم برای هر نفر سینش از 18 بالو دیگر مول برای استعمال شخصی حساب نمی شود و وارد کردنش به قلمرو ایاس منع است. نسبت به قاچاقبران نوز، بر اساس قسم اول ماده 16 کودکس حقوق ویرانکنی ماموری روسیه 24 پرونده ماموری ترتیب دادند. نوز در کشورهای آسیای مرکزی و برخی دیگر کشورهای شرق خریدار زیاد دارد، ولی سالهای آخر توسط مهاجران این نوع تماکو در بین قسم جوانان در روسیه نیز طرفدار زیاد پیدا کرده است. ظاهرا بعد دیدن این تمایل مقامات روسیه فروش نوز را منع کردند. تاتیانا پالیاکوا سخنگوی گمرک استراخان میگوید در ترکیب نوز گاهو پاروی اشتر یا مرغ و خاکستر را هم اضافه میکنند. استعمال نوز شخص را نه فقط معتاد نیکوتین میکند، بلکه از لحاظ روانی نیز معتاد کرده سببگار بیماری های سنگین دهان و گلو میشود. به شعبه وزارت کارهای داخله دوی نوی سینو یک جوانزن 22 ساله مراجعه کرده است که ماه مای سال 2021 در نزد بینای استقامتیشان خواهر 19 سالش و باز یک جوانزن 22 ساله ساکن پایتخت با روی فریب به باوریش در آمده از او 23,500 دلار گرفته تا حال بر نگردانیدند. مرد فعلا 37 ساله ساکن جماعت شهرک سامانیان نوی رودکی با اون گمان برمی شود که سال 2013 با روی فریب به باوری مرد 63 ساله ساکن شهر دوشنبه در آمده از او 85,000 دلار پول را گرفته تا حال بر نگردانید است. نابالغ 17 ساله ساکن جماعت قلعه بلند شهر استرفشان با اون گمان بر می شود که ساعت 2 شب 25 ایول در شورای دوشنبه خوجند باروی زوروری از دست زن 37 ساله ساکن جماعت سرزم شهر پنجکین یک عدد تلفن موبایلی تمغه سامسونگ G1 و 200 سامانی را تصرف نموده از جای حادثه غیب زده است. در نتیجه به جبر دیده در عموم با مبلغ 550 سومانی ضرر رسانیده است. با این نابالغ اکنون برای غارتگری بر اساس قسم یکم ماده 248 کودکس جنایتی تاجیکستان از 3 تا 5 سال زندان تهدید میکند. مرکز مطبوعات وزارت کارهای داخله تاجیکستان خبر داد که شب 26 و 27 ایول بر اثر برخورد دو ماشین اوپل استرا و اوپل ویکترا و تراکتر امتزه 82 در حدود دیهه عدالت جماعت زینب‌آباد نویه رودکی دو مسافر از جمله یک کودک 6 ساله جان باخته، 6 نفر دیگر از جمله 3 نابالغ 2، 9 و 15 ساله جراحات برداشتند. همه این 4 کودک از آیله 80 بودند. تماشابینان عزیز، این بود مرور و خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد پیگیری نمایید. www.bomdod.com خوش باشید.